یازدهم دی، روز اول سال جدید میلادی است. ولی حال و هوای کاخ نیاوران هیچ شباهتی به پارسال همین موقع ندارد. سال نو میلادی گذشته شاه در اوج قدرت میزبان رئیس جمهور آمریکا و همسرش بود. اما امسال در شرایطی متفاوت از خبرنگاران دعوت شده تا به کاخ نیاوران بروند. شاه برای حضور در جمع خبرنگاران جلسه فوق‌العاده خود را متوقف می‌کند. اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا که چند روزی است به تهران آمده در کنار شاه حضور دارد. شاه حدود 2 ماه است در هیچ مصاحبه‌ای شرکت نکرده و چهره او نشان از شاهی که خبرنگاران می‌شناختند ندارد. Well, I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir? شاه معذب است و به داخل کاخ می رود تا ملکه به او بپیوندد. در این روزهای سخت نقش ملکه بیشتر از قبل شده و به حفظ و تقویت روحیه شاه کمک می کند. Are you planning to take a winter's vacation this year, Your Majesty? Well, a few years that I didn't have the opportunity. Maybe for a brief time I had. I would love to if the situation permits. You used to go to Saint Maurice about 3 years ago. 4 years ago, yes. Any plans of going to Saint Maurice again? I can't see. بعد از دیدار شاه و ملکه با خبرنگاران، برای تکذیب شایعه رفتن اعضای خانواده سلطنتی از ایران، به خبرنگاران اجازه داده می شود تا از خانه مادر ملکه هم گزارش تهیه کنند. لیلا و علیرضا پهلوی در خانه مادر بزرگ خود با میهمانان مشغول صرف ناهار هستند. تصویری از زندگی روزمره خانواده سلطنتی که پایان دهنده شایعات است و همزمان آخرین تصاویری است که از شاه و ملکه و فرزندانش گرفته می شود. آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟ دیدگاه های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود. من نکته ای را تذکر می دهم که بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود. چند روزی است که مردم همه جا از رفتن شاه در آینده نزدیک صحبت می کنند. در همین هنگام خبر تشکیل شورای سلطنت به طور رسمی منتشر می شود تا در نبود شاه عهده‌دار وظایف پادشاه باشد. در شورای سلطنت 9 مقام و رجل سیاسی از جمله نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش و رؤسای مجلس سنا و شورای ملی به عضویت در می آیند و سید جلال الدین تهرانی از سناتورهای سابق به ریاست شورا برگزیده می شود. صبح 26 دی ماه، در حالی که برف شب گذشته تهران را سفید پوش کرده، بختیار همراه کابینه خود برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای ملی می رود. محمد نوری، شراجو، آلمی، دکتر مهر،
همزمان که مجلس در حال دادن رأی اعتماد به کابینه جدید است، شاه و ملکه آماده ترک تهران می شوند. در مهرآباد نه از گارد احترام خبری است و نه از تشریفات معمول سفرهای شاه. خبرنگاران خارجی اجازه پیدا نمی کنند وارد فرودگاه شوند. شاه و ملکه برای رعایت مسائل امنیتی با دو هلیکوپتر جداگانه به مهرآباد می رسند. از پاویون سلطنتی با نخست وزیر که از صبح به مجلس رفته تماس گرفته می شود. اما با اعتصاب کارکنان مخابرات تلفن‌های پاویون از کار افتاده. سپس با بیسیمه ارتش با مجلس تماس گرفته می شود. از مجلس خبر می دهند که رأی اعتماد کابینه در مراحل پایانی است و نخست وزیر به زودی به فرودگاه خواهد رفت. Expect the Shah to return to Iran, and if so, Doctor, this is up to him. Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And well, lot of power to rule the country too. And do you think you won't have any difficulty with Khamenei's followers? Not difficulty. That's difficulty, but I must fight and resolve all the problems. بختیار با هلیکوپتری که برای او آماده کردند به سرعت راهی فرودگاه می شود. با این حال با 20 دقیقه تأخیر می رسد. شاه از دیر آمدن او گلایه می کند، اما آنچه خیلی دیر شده انتخاب نخست وزیری همچون بختیار است. مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم. نخست نقطه که الحضرت تشریف میشن در کجا خواهد بود؟ فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارد. شاه در آخرین توصیه به تیمسار قره‌باغی رئیس ستاد ارتش برای چندمین بار تاکید می‌کند که مراقب باشید خونریزی نشود. شاه و ملکه طبق سنت همیشگی قبل از آن که سوار هواپیما شوند از زیر قرآن رد می شوند و مراسم بدرقه پایان می گیرد. شاه در آخرین صحبت خود با بختیار به او می گوید حالا همه چیز در دست توست. امیدوارم موفق باشی. ایران را به تو و تو را به خدا می سپارم. شاه خود هدایت هواپیما را بر عهده می‌گیرد و برای همیشه ایران را ترک می‌کند. Thank you.
انتشار خبر خروج شاه از ایران، مردم به خیابان می آیند و چراغ اتومبیل ها را به نشانه شادی روشن می کنند. مردم گل، نقد و شیرینی بین هم پخش می کنند و خروج شاه را به یکدیگر تبریک می گویند. پوسترهای آیت الله خمینی میان مردم پخش و تصاویر او جایگزین عکس‌های شاه می‌شوند. اطلاعات هماهنگ با هم با درشت‌ترین حروف تایپی تیتر می‌زنند: شاه رفت. روزنامه‌های اصلی که از قبل برای این روز برنامه‌ریزی کردند در تیراژ وسیع چاپ ویژه منتشر می‌کنند. مردم مدام به سربازان درود می‌فرستند و سربازان هم که خبر خروج شاه را شنیدند مردم را به حال خود رها میکنند. حتی تعدادی از سربازان در شادی مردم شریک میشوند. Of his 37-year rule, despite the formation of a new civilian government, it is Ayatollah Khomeini who commands the greatest respect and popularity here. An army truck passed the scene in the square, but didn't interfere. They displayed their own picture of Khomeini. But a few miles away at the Shah's well-guarded palace on the outskirts of the city, the mood was different. This woman appeared at the gate, weeping for the departed royal family. She cried, "Why do the people in the street celebrate? Our Shah is gone. We need him. He has worked for this country all his life." And then, as she was comforted by a member of the palace guard, she shouted, "Who is this man, Khomeini?" A handful of others came to the gate to cry and stare at the now deserted palace. The Shah's personal flag, normally displayed only when the Shah is in residence, was flying today as a special show of respect. A civilian palace aide described the mood of the Shah's imperial guard. And every one of them at this moment is raring, just waiting for an order. And they would take the city in a matter of 5 hours. The Shah's residence is deserted except for secret police who patrol the empty rooms and hallways. The family sitting room is just as the Shah left it. Valuable art objects, part of the Shah's personal collection, remain on display. The Imperial Guard here at the palace says everything is being kept in readiness for the Shah's return. But most people in this country believe the Shah will never return, that he will continue in permanent exile. John Palmer, NBC News at the Niabaran Palace, Tehran.